با نام یاد خدا، شاگردان عزیز سلام. امیدوارم در هر جایی که قرار دارید از تمام آفات و بلا و آسیب روزگار در امان باشید. شاگردان عزیز، استاد رضایی هستم. به ادامه درس مضمون بیولوژی سینف دهم شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که تا آخر جلسه ما را همراهی بکنید، به خاطر که موضوعاتی را که امروز و در این ایام ما و شما رویش بحث میکنیم ارتباط مستقیم داره با زندگی روزمره ما و شما. پس بسیار خوب است که ما شما معلومات کسب کنیم. خب شاگردان عزیز، شما کتاب، کتابچه و قلم نزدیکتان باشه، پیشرویتان باز باشه و برای از این که موضوعات و نکات مغلق را که نکات مهم را که باید یادداشت بکنین، پس آماده باشین برای خلاصه نویسی. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه درس جدید آغاز بکنیم، درس روز گذشته بسیار به صورت خلاصه با هم یک بار مرور میکنیم و کارخانگی براتون داده بودم یک بار جوابش رو میگم. شاگردان عزیز، درس روز گذشته ما شما در رابطه با مدل واتسون و کریک بود. ما گفتیم که واتسون و کریک چگونه مدل دی ان ای را ساختن، شما در رابطه با جزئیاتش بحث بکنیم. ببین، کریک و واتسون یک مدل دی ان ای را ساختن طوری که از دو بازو جور شده بود. بازوهایش از قند و گروپی فاسفید، قند و گروپ چی؟ فاسفید. اینجا هم قند گروپ فاسفید، قند گروپ فاسفید، درست است؟ بخشش باشه اینجا دی نوشته کنم که باز گیج نشین. دی یعنی قند دیوکسی است و طوری که پلاهای زی در کجا؟ در قند وصل است که در مقابل قلوی تایمین، قلوی ادنین قرار داره و در مقابل قلوی گوانین، قلوی چی وجود داره؟ سایتوزین وجود. و این بدون غلطی باید دائما به این شکل قرار داشته باشه. در صورت که جاهش خطا خود بفهمید که میوتیشن یا مریضی با وجود میه. صحیح شد. این بود در رابطه با مدل واتسون و کریک. پلاهایش از قلوی عضو نیتروژن دار و پلاهایش از چه بازوهایش از قند و گروپ فاسفید. و گفته بودم در رابطه با قدم‌های ابتدایی درباره علم ژنتیک شما معلومات مختصر بدیم. ببینید، دانشمندان زمانهای قدیم کوشش کردند که در رابطه با انجنیری ژنتیک کار بکنند، طوری اینا تونستند که ژن یک موجود در بانجان رومی تزریق کنند، طوری که بانجان رومی اونمو خاصیت ژنی که درش تزریق شده بود با خود گرفت. و همچنان ژن جلفش در خوک و همچنان ژن کرمی شبتاب در تنباکو وقتی تزریق کردند، دیدند که اونمو درخشندگی که در کرمی شبتاب و همچنان در جلفش هست در تنباکو و خوک هم با وجود آمد. پس این خودش زمینه ساز و خودش پیشرفت برای علم ژنتیک است که بعد از در رابطه با دواسازی و گپا هم کار کردن. خب امروز عنوان را که ما شما روش بحث میکنیم در رابطه با انجینری ژنتیک، ادویه و واکسین. چی؟ انجینری ژنتیک، ادویه و واکسین. موضوعات بسیار مهم است. صفحه چند کتاب؟ صفحه 95 و 96. خب شاگردان عزیز، ببینین، انجینری ژنتیک در بخش دواسازی واکسین بسیار پیشرفت کرده تا امروز و این پیشرفت تا حال متوقف هم نشده و متوقف هم نمیشه، به خاطر که ما شما نیاز داریم. به هر اندازه ای که سالها میگذره، روزگار میگذره، به میاندازه مشکلات در ژنتیک هم زیاد میشه و در مقابلش باید دواها و واکسن ساخته شد. صحیح شد؟ خب ببینین، از جمله کارکرد انجنیری ژنتیک در بخش ادویه ما شما روی مرض دیابت و اونمو انسولین سازی ما شما بحث میکنین در رابطه با چی؟ مرض دیابت یا مرض شکر. کسانی که به مرض دیابت یا مرض شکر مبتلا هستن، غده پانکراس ایشان نمیتونن که هورمون انسولین که یک نوع پروتئین است تولید بکنه. زمانی که نتولید نتونستن، قند در خون اینا زیاد باقی میمونه و اینا موجب میشه که مرض دیابت یا مرض شکر مبتلا شوه. پس اینا به هر گونه ای که شده باید انسولین از بیرون بگیره. کسایی که به مرض دیابت مبتلا هستن یا انسولین هیچ تولید نمیتونن یا کم تولید میکنن، بنابراین باید انسولینشون پوره شوه که برای از کار در زمانهای قدیم بسیار دشوار بود. از خوک می گرفتن، انسولین از گاو می گرفتن، و بسیار مشکلات بود و هزینه زیاد هم داشت و خیلی نتیجه بخش هم نبود. اما امروزه انجینیران ژنتیک چی کار کردن؟ ژنی مسئول تولید پروتئین انسولین را ایره چی کار کردن؟ ایره در باکتریا تزریق کردن. ببینید، اگر باکتریا باشه، این ژن در باکتریا تزریق کردن. صحیح شد؟
باکتریا تمام خصوصیات دیگری که داره و تمام انزایم ها و هورمون های دیگر که در خود تولید میکنه، در کنار از او چون جین مسئول تولید پروتئین به نام انسولین در این تزریق شده، پس این جناب اینمی جین چیکار میکنه؟ طبق میل نظامی، طبق خاصیت نظامی، جینی مسئول تولید پروتئین انسولین این را هم تولید میکنه. وقتی این را تولید کردن، دانشمندان دوباره این را از این چیکار میکنه؟ انسولین را خارج میسازه. وقتی انسولین خارج ساخت، راحت در کسان که به مرض دیابت یا شکر مبتلا هستن تزریق میکنه و اینا صحت یاب میشن. ببین به چی راحتی؟ بسیار با هزینه کم، اما در زمان قدیم هزینه زیاد داشت. باکتریا که موجود است که در هر جای وجود داره، جینی از انسولین که وقتی انجینیر ژنتیک دستگاه ژن وقتی که وجود داشته باشه خب دیگه کاری نداره، باکتریا که زیاد است درش تزریق میکنه، دوباره ازش میگیره و ایره در افرادی که به مرض دیابت مبتلا هستن چیکار میکنه؟ تزریق میکنه و اونا راحت صحت یاب میشن. صحیح شد؟ بسیار خوب. خوشبختانه امروز صدها کمپانی وجود داره که دواسازی میکنه، واکسین جور میکنه، دواهای مختلف جور میکنه که اکثریت اینا برگرفته شده از انجینری ژنتیک است. انجینران ژنتیک هستند که همواره کار میکنن و در بخش دواسازی و در بخش ساختن واکسین کمک میکنه برای بشریت. خب اینا روی واکسین ما شما بحث میکنیم. واکسین چی است؟ حتما تا امروز در مورد کلمه واکسین مبتلا شدین. خب ببینید شاگرد عزیز، قبل از اینکه عنوان واکسین شروع کنیم، یک بحث بسیار کوچیکی در رابطه با انجینری ژنتیک و ادویه براتون بگویم. ببینید در زمان قدیم وقتی که خون از یک شخص به شخص دیگه انتقال میدادن، همراه بازی خون امکان که نه، خب وقتی که گروپ های هم نه و در یک شخص دیگه تزریق میکردن، کتازی انواع امراض، انواع میکروب های امراض هم انتقال میکردن. اما ببینید دانشمندان چی کار کردن؟ دانشمندان انجینیران ژنتیک طور کردن پروتین های را ساختن که پیش از اینکه اونمو میکروب ها وقت که داخل شد، پیش از اینکه فرد به مرض مبتلا کنن، اونا رو وقت خونسا میکنن. ببین این خودش از جمله پیشرفت های علم ژنتیک در بخشی ساختن ادویه هست. صحیح شد؟ پس یک معلومات دیگه در رابطه با انجینری ژنتیک و ادویه. عنوان دیگه ای که ما شما میخوانیم در رابطه با واکسین. صحیح شد؟ واکسین از کلمه بینوم گرفته شده به معنای زهر. درست است؟ به معنای چی؟ به معنای زهر. خب ترکیب واکسین از چی است؟ ترکیب واکسین ببینیم، ترکیب واکسین از زهر، قسمت های از میکروب یا بعضی قسمت های از میکروب، دیگه از چی؟ دیگه از میکروب زنده ضعیف شده. صحیح شد؟ این در رابطه با ترکیب واکسین. طریقه تزریق، طریقه تزریق خوردن و دیگه چی؟ زرق کردن و غیره. ببینید حداقل این دو نوازی معمول است. کسایی که واکسین میشه یا به صورت خوراکی است یا به صورت چی؟ تزریقی است که توسط پیشکاریش کار میکنن تزریق میکنن. صحیح شد؟ خب اینال چگونگی عمل کرده واکسین در بدن، روی این موضوع بحث میکنم. ببین شاگرد عزیز، ما شما گفتیم ترکیب واکسین از زهر، قسمت های از میکروب، میکروب زنده ضعیف شده. شما میفهمید که در سیستم ما و شما یک سیستم وجود داره به نام سیستم معافیت که در مقابل میکروب ها یا در مقابل یعنی پاتوژن ها، پاتوژن یا تنمانده و موجوداتی که باعث به وجود آمدن مرض میشه، پیش از اینکه اونا به در بدن ببین وقتی که اونا وارد بدن میشه، بدن در مقابلش یک پروتئین به نام انتیبادی جور میکنه که خاص مقابل اونا چیکار میکنه؟ تبادله میکنه، مقابله میکنه. اینا وقتی که واکسین جور میکنه یا از زهر یا از قسمت های از میکروب یا هم از میکروب زنده ضعیف شده، اینا رو ضعیف میکنه. فرض مثال ویروس ایدز، درست است؟ بخشید گرچه ایدز واکسین نداره، در رابطه با
یک مثال در رابطه با باکتریای زردی سیاه. وی زردی سیاه عاملش باکتریا هست. زمانی که باکتریا در وجود ما و شما میان، ما و شما را به زردی سیاه مبتلا میسازند. خب دانشمندان چیکار میکنه؟ باکتریای زیر میگره ضعیف میسازه یا زهر زیر ضعیف میسازه، به هر صورتی که هست ایره در وجود ما و شما واکسین میکنه. این با مو اندازه کارکرد داره که سیستم معافیتی بدن ما و شما رو بیدار میسازه. وقتی سیستم معافیتی بدن ما و شما فعال شد، وقتی فعال شد چیکار میشه؟ آنتی بادی رو جور میکنه. چی رو جور میکنه؟ آنتی بادی. این طوری سی باکتریای ضعیف شده که بدن ما و شما رو مریض نمیسازه. اما سیستم معافیت بدن وادار میسازه تا آنتیبادی بسازه. زمانی که آنتیبادی ساخت، آنتیبادی دیگه اینا میبینه که اینا ضرر رسنده نمیتونه. پس آنتیبادی در تمام قسمت‌های بدن ما شما در جریان خون میفته. وقتی در خون وجود داره، زمانی که میکروب اصلی، باکتریای اصلی زردی سیاه یعنی که سالم هست وارد بدن ما شما شوه، وقت آنتیبادی آماده است که می داخل شوه اونا رو میبله. که داخل شوه میبله، پس ما شما را مریض ساخته نمیتونه. صحیح شد؟ واکسین به این شکل عمل میکنه. به هر شکل دیگه هم که باشه، مثلا وقتی یک قسمتی از باکتری ها را که داخل بدن ما و شما بکنه، البته اونا تغییرات میره که بدن ما شما را مریض نسازه. وقتی که اونا را وارد میکنم، سیستم معافیتی بدن ما و شما فعال میشه و آنتیبادی را میسازه. یعنی اونو پروتین هایی که در اونا وجود داره طبق اون زمو اونا رو شناسایی میکنه، در مقابلش آنتیبادی جور میکنه. آنتیبادی هم خودش پروتین است. وقتی جور میکنه اونا فعال میشن دیگه. زمانی که میکروب اصلیش اومد فور اونا رو از بین میبره. اونا رو چی میکنه؟ از بین میبره. پس به این صورت واکسین هم از جمله کارکردهای انجینری ژنتیک است که توسط انجینیر ژنتیک چیکار شده؟ ساخته شده. شد فهمیده؟ بسیار خوب. خوب شاگرد عزیز، کارخانگی برتون میتونم عنوان بعدی را که ما شما خواندیم روز بعدی در رابطه با انجینری ژنتیک و نباتات است. امیدوار هستم که درس امروز فهمیده باشید در رابطه با انجینری ژنتیک و ادویه که در قسمت های مختلف و در ساختن ادویه های مختلف و ساختن واکسن های امراض مختلف شده بسیار زیاد پیشرفت کرده و تونسته که اینا را بسازه. کار خانگی. سوال اول، انسولین را در باکتریا چگونه می سازند؟ این بسیار یک سوالی است. شما پیش خودتان تحلیل میکنین و جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. سوال دوم، درباره چگونگی عملکردی واکسین و ترکیب واکسین معلومات مختصر ارائه نمایید. شاگرد عزیز، روزی دو سوال شما بحث بکنین و نتیجهش در کتابچه‌هایتان بنویسین. کوشش بکنین که برای هر مضمون کتابچه جداگانه داشته باشین، به خاطر کتابچه‌های اساتید مربوطه اینا چک میشه و نمره داده میشه. صحیح شد؟ تا دیدار بعدی و جلسه بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدارید.